سلام، پاشا هستم. در این ویدئو آموزش نحوه ساخت کمپین تبلیغاتی در گوگل ادز رو ارائه میدم. سال گذشته سال 2022 یک ویدئوی آموزشی برای ساخت کمپین گوگل ادز منتشر کردم، ولی با توجه به اینکه گوگل ادز مدام پلتفرم خودش رو آپدیت میکنه، تغییر میده و گزینه‌های جدید اضافه میکنه، تصمیم گرفتم در سال 2023 یک ویدئوی آپدیت شده از ساخت کمپین در گوگل ادز رو ارائه بدم. برای استفاده از گوگل ادز در قدم اول نیاز به ساخت اکانت گوگل ادز دارید. ساخت اکانت در گوگل ادز رایگان هست. تنها چیزی که شما نیاز دارید یک اکانت گوگل هست، یک آدرس جیمیل. برای ساخت اکانت گوگل ادز کافیه توی گوگل سرچ کنید گوگل ادز و از طریق لینکی که میاد روی صفحه ads.google.com وارد وبسایت بشید و اکانت خودتون رو بسازید. نحوه ساخت اکانت رو من آموزش نمیدم چون کار ساده ای هست. کافیه روی Start Now کلیک کنید و بعد مراحلی که روی صفحه میاد رو دنبال کنید. برای استفاده از گوگل ادز نیاز به داشتن کردیت کارت، کارت اعتباری دارید. تنها روش پرداخت در گوگل ادز کردیت کارت هست. بعد از اینکه اکانت خودتون رو میسازید، صفحه اصلی گوگل ادز که خواهید دید به این شکل هست و حالا میخوایم یه کمپین با همدیگه بسازیم. برای ساخت کمپین در سمت چپ صفحه، منوی سمت چپ، روی گزینه کمپین کلیک کنید و وارد صفحه کمپینز بشید. در این صفحه میتونیم کمپین خودمون رو بسازیم. روی این گزینه کرییت کمپین کلیک میکنیم، نیو کمپین. اولین سوالی که از شما میپرسه قبل از ساخت کمپین اینه که هدف شما از تبلیغات چیه؟ هدف شما از راه اندازی یک کمپین در گوگل چیه؟ آیا از طریق این کمپین میخواید سیلز، فروش خودتون رو زیاد کنید، به فروش به دست بیارید، یا میخواید لید به دست بیارید، لید به عنوان مثال کسی روی سایت بیاد فرمی پر کنه، آیا میخواید ترافیک وبسایتتون رو عوض کنید، فقط وبسایت رو معرفی کنید و افراد کلیک کنن وارد سایت شن بدون اینکه هیچ اقدام خاصی بخواید انجام بدن، و سایر گزینه ها به عنوان مثال برند اورننس، میخواین برند خودتون رو معرفی کنید، تبلیغات کنید، یعنی اینکه یه اپلیکیشن دارید میخواید پروموت کنید، و اینکه یک فروشگاه فیزیکی دارید، یک مغازه ای دارید که کمپین لوکال اد میتونید براش رو بندازید. پیشنهاد من این است که آخرین گزینه Create a campaign without a goals guidance، یک کمپین بدون هیچ هدفی رو انتخاب کنید، چون هر کدوم از این گزینه ها رو انتخاب کنید گوگل سیتینگ تنظیمات کمپین شما رو با توجه به هدف شما ادجاست میکنه، با توجه به هدف شما انتخاب میکنه. پیشنهاد من این است که بدون هیچ هدفی کمپین رو بسازید، بدون هیچ انتخاب هیچ کدوم از هدف، تا بتونید تنظیمات کمپین رو خودتون انجام بدید. در مرحله بعد گوگل از شما میخواد نوع کمپین رو انتخاب کنید. کمپین سرچ، چیزی که تو این ویدیو میخوایم با هم دیگه بسازیم، کمپین جستجو، تبلیغاتی است که موقعی که روی گوگل سرچ میکنید ممکنه یه تبلیغی رو ببینید. به عنوان مثال من توی گوگل سرچ میکنم تیشرت، توی نتایج جستجو که میاد چند تا گزینه اول بالاشون نوشته شده اسپانسرد. اینایی که اسپانسرد هستن تبلیغ هستن و یک کمپین سرچ توی گوگل ساخته شده براشون. سایر لینک هایی که میاد و اسپانسر نداره بالاشون نتایج ارگانیک هست، نتایج بدون تبلیغات. تبلیغات همیشه یا بالای صفحه نشون داده میشه یا پایین صفحه. اینجا پایین صفحه هیچ تبلیغی نداریم، ولی گهگاهی پایین صفحه هم نشون داده میشه و هدف ما از تبلیغ این است که لینکمون وقتی مردم سرچ میکنن، یوزرها سرچ میکنن کلمات کلیدی ما رو، تبلیغمون اینجا نمایش داده بشه. سایر گزینه ها پرفورمنس مکس رو آخر توضیح میدم. کمپین دیسپلی،
کمپین هایی هستن که شما معمولا با هدف برند اورننس انجام میدید، کمپین هایی که تصویر ایمیج عکس هستن، روی سایت های مختلف ممکنه عکس هایی رو ببینید به عنوان تبلیغ، اینا کمپین دیسپلی هستن. حالا اون عکس میتونه عکس استاتیک ثابت باشه یا عکس گیف. کمپین شاپینگ، شما اگه یه فروشگاه اینترنتی دارید، محصولاتی روی سایت میفروشید، کمپین شاپینگ مناسب شما هستش. میتونید محصولاتتون رو تبلیغ کنید. شاپینگ وقتی تبلیغاتی رام بشه، گزینه های سمت راست صفحه، اینا شاپینگ هستن، اینا هر کدوم یک محصول هستن، کمپین شاپینگ. و همچنین توی منوی بالای گوگل، گزینه شاپینگ، اینا همه تبلیغات گوگل هستن از نوع کمپین شاپینگ، کمپین خرید. ویدئو کمپین هایی هستن که توی یوتیوب میخواین راه اندازی کنید، یک ویدئویی دارید یا میخواین چنلتون خودتون رو تبلیغ کنید، اپلیکیشنتون رو میخواین تبلیغ کنید توی گوگل استور. اسمارت کمپینی هستش مجددا برای شاپینگ هستش، کمپین اسمارت شاپینگ معروف هست. و دیسکاوری هم مجددا تبلیغاتی توی یوتیوب یا جیمیل یا جاهای دیگه هستش. پرفورمنس مکس نوع جدید تبلیغی هستش که اخیرا گوگل اضافه کرده، ترکیبی از سرچ، دیسپلی و ویدئو هستش و شاپینگ. انواع مختلف تبلیغات رو توی یک کمپین ارائه داده که معمولا برای بودجه های بالا مناسب هست. و در اگه قصد دارین اولین کمپین خودتون رو بسازید، کمپین سرچ رو من توصیه میکنم به جای پرفورمنس مکس. حالا ما یه کمپین سرچ میخوایم بسازیم با هم. روی سرچ کلیک میکنم، کنتینیو. اسم کمپین، پیشنهاد من این هستش که حتی اگه اولین کمپینتون هستش، یک استاندارد برای اسکوزاری کمپین هاتون داشته باشید، چون شما میخواین کمپین ها رو مدام اضافه کنید، کمپین های جدید بسازید. بعد از یه مدت انقدر تعداد کمپین هاتون زیاد میشه که از روی اسم نیاز دارید تشخیص بدید کدوم کمپین اونی هستش که دنبالش هستید. اسم ماه رو میتونید اضافه کنید، یا اسم کلمات کلیدی، یا اسم وبسایتتون. من برای مثال اینو میذارم اپریل 2023 و الان میتونیم کمپین خودمون رو بسازیم. اولین چیزی که از من میپرسه بیدینگ هست، بی او یا بید استراتژی. منظور از بیدینگ چی هستش؟ شما وقتی توی گوگل تبلیغ میکنید، به احتمال زیاد تنها کسی نیستین که توی اون اینداستری خودتون، توی صنعت خودتون، توی زمینه‌ای که کار میکنید دارید تبلیغات انجام میدید. و اینطور نیست که همیشه تبلیغات شما به کاربر نشون داده بشه، به گزینه‌های زیادی بستگی داره. بید استراتژی به گوگل میگه که وقتی کسی کلمه کلیدی شما رو سرچ میکنه توی گوگل، چقدر برای کیورد شما هزینه کنه، چقدر برای هر کلیک هزینه کنه. به آکشن معروف هست، گوگل اد آکشن، که با توجه به این بید استراتژی شما میتونید رقابت کنید با بقیه تبلیغ دهنده ها، بقیه ادورتایزر ها برای اون کیورد. و بیدینگ یکی از عواملی هست که گوگل تصمیم میگیره آیا یه تبلیغ رو به یه کاربر نشون بده یا نه. لزوما هر کسی پول بیشتری پرداخت کنه برای هر کلیک، برای هر کانورژن، به این معنی نیست که تبلیغت نشون داده میشه. به عوامل مختلف بستگی داره، ولی یکی از عوامل اینه که شما چقدر حاضرید پول پرداخت کنید بابت اون کانورژن، بابت اون رونیو، بابت اون کلیک، در مقایسه با تبلیغ رقباتون. طبیعتا هر چی رقابتی تر تارگت خودتون رو بذارید، تارگت چقدر حاضرین بید خودتون رو بذارید، چقدر حاضرید پول بدید بابت هر کلیک، احتمال اینکه تبلیغ شما نمایش داده بشه بیشتره. من حالا به طور خلاصه تک تک این گزینه‌هایی که برای بیدینگ استراتژی معروف هستش اینجا در اختیار قرار داده شده رو
توضیح میدم. کانورژن به این معنی است که شما روی سایتتون میخواهید که کاربرها بعد از اینکه تبلیغی کلیک کردن، تبلیغ شما رو کلیک کردن، وارد وبسایت شدن، یک اقدامی رو روی وبسایت انجام بدن. اون اقدام میتونه سابمیت کردن یه فرم باشه، یه فرمی رو پر کنن، اطلاعاتشون رو در اختیار شما قرار بدن، یا اینکه یه وایت پیپر، یه پی دی افی دارین روی وبسایت، میخواین که آدما بعد از اینکه اون فرم شما رو پر کردن پی دی اف رو دانلود کنن. اون دانلود پی دی اف میشه یک کانورژن. به عنوان مثال من اگه بخوام روی وبسایت خودم تبلیغات برم، از گزینه بیل استراتژی برای کانورژن استفاده میکنم که یوزرها بعد از اینکه روی کلمات کلیدی من کلیک کردن وارد وبسایت من بشن، اطلاعات خودشون رو پر کنن و سابمیت کنن فرم رو. این چیزیه که برای من کانورژن حساب میشه. و توجه کنید که شما بابت کانورژن پول نمیدید، بابت کلیکی که روی تبلیغتون شده پول میدید. این نکته رو من بگم در مورد پولی که میدید، شما هزینه میکنید برای تبلیغتون. اگه تبلیغ شما اینجا نمایش داده بشه، این برای شما هزینه ای نداره. این اسمش ایمپرشن هستش. پولی بابت این نمایش تبلیغتون پرداخت نمی کنید، ولی اگه کاربر کلیک کنه روی این تبلیغات، بابت اون کلیک شما هزینه می کنید، پول پرداخت می کنید. این برخلاف به عنوان مثال تبلیغات توی اینستاگرام یا فیسبوک هست. فیسبوک و اینستاگرام فارغ از اینکه کسی روی تبلیغ شما کلیک کنه یا نه، همون نمایش تبلیغ شما براتون هزینه داره. بنابراین کانورژن رو صحبت کردم. حالا بعد از اینکه کانورژن رو انتخاب میکنید، یک گزینه دارید که معمولا بست پرکتیس هست، بهتر هستش که این رو انتخاب کنید، ست تارگت کاست پر اکشن، CPA. تارگت کاست پر اکشن به این معنی هستش که مجددا وبسایت خودم رو مثال بزنم، من میدونم روی هر مشتری که روی سایت من میاد، به طور اوریج، به طور متوسط، ممکنه $600 $500 برای من رونیو، درآمد داشته باشه. بنابراین من یه قیمتی باید پرداخت کنم بابت اون کانورژن که برام سوددهی داشته باشه. به عنوان مثال اگه هر مشتری شما $200 برای شما درآمد داشته باشه، شما نمیخواید که $150 فقط هزینه کسب اون مشتری باشه، چون فقط $50 رونیو میشه براتون، سوددهی میشه براتون، و اون سوده نیست اونا کمپین. بنابراین شما یه تارگت میذارید. به عنوان مثال من تارگت سی پی ای خودم، سی پی ای مخفف کاست پر اکشن یا کاست پر اکویزیشن، هزینه هر کانورژن، هزینه هر عملی که روی سایت انجام میشه چقدر میخواید باشه. من میذارم به عنوان مثال $100. اگه فرض کنیم که اوریج مشتری های من، اوریج درآمدی که ازشون کسب میکنم $600 هست، من $100 حد اکثر میخوام که هزینه به دست آوردن اون مشتری باشه برام. بنابراین 6 برابر اون $500 بیشتر من سود کسب میکنم از درآمدم. این بسیار مهم است برای شما که بتونید تشخیص بدید، بتونید محاسبه کنید که این تبلیغاتی که دارید توی گوگل میکنید، هزینه‌ای که میکنید نسبت به درآمدی که از تبلیغاتتون به دست میارید، سوده هست یا نه. این $100 لزوما به این معنی نیستش که هر کانورژن من $100 برام هزینه خواهد داشت. ممکنه بیشتر بشه، ممکنه کمتر بشه. این یک تارگتی است که شما قرار میدید برای گوگل که سعی کنه به این تارگت برسه. بید شما، هزینه که حاضر از طرف شما پرداخت کنه توی آکشن تبلیغات که تبلیغتون نشون بده یا نه، بیشتر از این $100 نشه. گزینه بعدی conversion value. منظور از conversion value همون revenue هست، درآمد. به عنوان مثال برای وبسایت های ای کامرس، من یه وبسایت ای کامرس رو بتونم پیدا کنم روی گوگل. هم.
یا همین گزینه رد بابل توی گوگل. روی تبلیغات کلیک نمی کنم که هزینه ای براشون نداشته باشه، چون قصد خرید ندارم. این یه وبسایت ای کامرس است. وبسایت ای کامرس فروشگاه اینترنتی در واقع، که شما محصولاتی دارین روی سایتتون و کاربر میاد روی سایت میگرده، محصول شما رو میخواد خرید کنه. و بعد از اینکه اد تو کارت میکنه و پیمنت رو انجام میده، خرید رو انجام میده، این 39 دلار برای شما رونیو حساب میشه. کانورژن ولیو بیدینگ استراتژی معمولا برای فروشگاه اینترنتی خیلی مناسب هستش، که شما کانورژن خیلی شاید براتون مهم نباشه، که مشتری که میاد چقدر برای شما هزینه داره، بیشتر براتون درآمد مهمه، که چقدر از طریق این مشتری ها میتونید درآمد کسب کنید. مجددا مثل کانورژن ولیو هم یک آپشنی داره، ست تارگت ریترن آن اد اسپند. این تارگت درآمدی است که شما از هزینه تبلیغاتتون قصد دارید به دست بیارید. به عنوان مثال، همون مثالی که من زدم، اگه 600 دلار من درآمد داشته باشم از مشتریانم و 100 دلار هزینه خرید کنم، تارگت ریترن آن اد اسپند من میشه 6 برابر. این به شما میگه که چند برابر چند برابر هزینه تبلیغاتتون میخواین درآمد داشته باشید. اگه به عنوان مثال شما سوددهیتون میخواین 6 برابر هزینه تبلیغاتتون باشه، که هزینه های شیپینگ، هزینه های مختلف رو باید در نظر بگیرید، تارگت ریترن آن اد اسپندتون رو بر اساس درصد میذاری 600 درصد. 600 درصد به عنوان به معنی 6 هسته، 6 برابر هزینه تبلیغاتتون شما درآمد کسب میکنید، و اونطوری میتونید حساب کنید که آیا براتون سوده هست یا نه. به عنوان مثال اگه من شما بذارید 200 درصد و هر خریدی که روی سایت شما انجام میشه 20 دلار هزینه داشته باشه و سودی که درآمدی که کسب میکنید 40 دلار باشه، فقط 20 دلار سود میکنید این وسط، که شاید براتون منفعت نداشته باشه، سوده نداشته باشه، و بنابراین شما میخواین یه تارگت رواس بالاتری قرار بدین. رواس مخفف ریترن آن اد اسپند، هزینه بازگشت از هزینه تبلیغات. درسته که شما میخواید در سودتون بیشتر باشه، هرچی بیشتر باشه به نفع شماست، ولی مسئله اینجاست اگه این عدد رو خیلی بالا بذارید، حتی 6 هم خیلی شاید بالا باشه، و کامپتیتورهای شما، رقبای شما سوددهی کمتری بخوان، این عدد رو بذارن 4، اینا برتری دارن، رقبا برتری دارن نسبت به شما توی بیدینگ، بنابراین ممکنه تبلیغ شما به اندازه کافی نمایش داده نشه و درآمد کافی نتونید به دست بیارید. اگه میخواین کانورژن یا کانورژن ولیو استفاده کنید برای بید استراتژیتون، شما حتما باید کانورژن ترکینگ رو نصب کرده باشین روی گوگل اد و روی سایتتون. منظور از کانورژن ترکینگ این هست که گوگل بعد از اینکه کسی روی تبلیغ شما کلیک کرد و خرید کرد، بتونه ترک کنه که کسی که روی تبلیغ کلیک کرده وارد سایت شده، خرید رو انجام داده یا نه. یا اگه شما فرم دارین روی سایتتون، گوگل بتونه ترک کنه، بتونه دنبال کنه کسی که روی تبلیغ کلیک کرده که آیا سابمیت رو انجام داده یا نه، فرم رو سابمیت کرده یا نه، یه کانورژن بتونه ثبت کنه. اگه کانورژن ترکینگ رو نصب نکنید، انجام نداده باشین، که از طریق منوهای بالا تولز اند ستینگ توی گوگل ادز هست، این دوتا گزینه به درد شما نمیخوره، گوگل نمیتونه انجام بده، نمیتونه ترک کنه و به اون هدفی که شما تعیین کردین، به عنوان مثال CPA 100 دلار یا کانورژن یا تارگت رواس 6 نرسه. سایر گزینه ها کلیک، شما هدفتون یا کانورژن ترکینگ رو نصب نکرده باشین، یا اینکه تبلیغات فقط هدفتون این باشه که یوزرها کلیک کنن روی سایتتون بیان.
خیلی واسه تو مهم نیست که حالا بعدش روی سایت چی کار کنن، یا اینکه میخواین که تصادفی حالا انجام بدن یا نه. و خیلی این گزینه خوبی نیستش معمولا، چون که شما نمیتونید ترک کنین، نمیتونید آپتیمایز کنین که کسی روی سایتتون کاری کرده یا نه. به طور عمومیش کسی که تبلیغ میکنه روی وبسایت یک هدفی داره که آدما بیان روی سایتش یک کاری کنن، یا تماس تلفنی بگیرن، یا فرم سابمیت کنن، یا خرید اینترنتی انجام بدن. اون کانورژن ها هدف شما هست، و اینکه فقط تبلیغ کنید، کلیک بگیرید، مردم کلیک کنن، یوزرها کلیک کنن بیان روی سایت، و بعدش هیچ ترک نکنید که چه کاری روی سایت انجام دادن، خیلی شاید سوده نباشه اینو تبلیغات براتون، ولی باز هم بستگی به هدفتون از تبلیغات داره. گزینه بعدی ایمپرشن شیر یا تارگت ایمپرشن شیر. به عنوان مثال من میخوام روی گوگل تبلیغ کنم، let's say پیتزا، اگه تبلیغی به من نشون بده، من میخوام تبلیغم برای همیشه روی هر کسی که کلمه پیتزا رو سرچ میکنه، کلمه کلیدی من، همیشه تبلیغم نمایش داده بشه، حالا یا بالای صفحه حتما نشون داده بشه یا هر جایی در صفحه. اگه میخواین تبلیغتون در تحت هر شرایطی نمایش داده بشه و حاضرید هزینه زیادی بکنید، گزینه تارگت ایمپرشن شیر رو انتخاب میکنید. ایمپرشن شیر به اون معنی که تبلیغتون چقدر ایمپرشن گرفته. شما 100% کسانی که سرچ میکنن کلمه کلیدی شما رو میخواین که تبلیغتون ایمپرشن بگیره، نمایش داده بشه، به خاطر همین اسمش ایمپرشن شیر هست. در این موقع به دردتون میخوره. چند تا گزینه داره این که حالا کجا نمایش داده بشه، یعنی به چه صورت انتخاب کنی که ایمپرشن شیر شما حساب بشه. این که واسه تون مهمه که حتما top of result page، بالای صفحه نمایش داده بشه تبلیغتون، یا absolute top of result page، به این معنی هست که حتما لینک اول باشه. این دوتا هر دوتا top هستن، ولی این لینک اول هست، و خب طبیعتاً لینک اول احتمال بیشتری داره که کاربرا کلیک کنن. یا اینکه هر جایی توی صفحه نتایج جستجو، پایین صفحه، میان صفحه، وسط صفحه نمایش داده بشه. تاپ اف ریزالت پیج رو من انتخاب میکنم، و بعدش باید بگین که چند درصد. به عنوان مثال میخواید 100% مواقع تبلیغتون نمایش داده بشه، یا اینکه کمتر 90%. توجه کنید که اینو تبلیغ ممکنه یکم گیرون باشه، چون که گوگل تلاش میکنه حتما در بالای صفحه تبلیغ شما رو نشون بده، و اگه 100% بذارید 100% مواقع نشون بده، طبیعتا هزینه کلیک شما بالا میره، چون که خیلی رقابتی دارید، پرداخت میکنید بابت هر کلیک، تمایل دارید که پرداخت کنید تا تبلیغتون نمایش داده بشه، و با توجه به رقباتون هزینه بیشتری باید پرداخت کنید. و گزینه آخر Maximum CPC Bid Limit، به این معنی هستش که شما یک بید لیمیت میذارید، به عنوان مثال 10 دلار، بیشتر از اون گوگل حاضر نیست، گوگل اجازه نداره برای شما خرج کنه. هر کلیک حد اکثر حاضری که 10 دلار پرداخت کنی بابتش. به این معنی نیست که حتما کلیک شما 10 دلار میشه، ممکنه 5 دلار بشه، ممکنه 2 دلار، ممکنه 8 دلار، ولی 11 دلار نمیشه، چون که به یک لیمیتی تعیین کردید که حد اکثر اون مبلغ رو پرداخت کنید. این اعدادی هم که من میگم 10 دلار، 6 دلار، 4 دلار، 2 دلار، اینا مثال هستش. اینکه چقدر شما بابت هر کیورد قرار پرداخت کنید، بابت هر کلیک، بستگی به خیلی خیلی مسائل داره، بستگی به لوکیشن شما، اینداستری شما، کیفیت تبلیغ شما و لندینگ پیجتون، خیلی موارد مختلف هست که تعیین میکنه هزینه کلیک شما چقدر باشه، و ثابت نیست این عدد. اینطور نیست که به عنوان مثال تمام کلیک های شما 5 دلار بشه، ممکنه یک کلیک 2 دلار بشه، یک کلیک 7 دلار، یک کلیک 6 دلار، و در پایان یک اوریج حساب میکنین بعد از یک هفته،
بعد از اینکه به عنوان مثال 100 تا کلیک گرفتید، 50 تا کلیک گرفتید، اوریج اون تعداد کلیک رو حساب میکنید و بر اساس اون اوریج تصمیم میگیرید که آیا اون کیورد براتون گرون هست یا قیمتش مناسب هست. من ماکسیمایز کلیک رو انتخاب میکنم برای ساخت ادامه این کمپین. توی ماکسیمایز کلیک هم مثل تارگت ایمپرشن شیر شما یک گزینه دارید، ست ماکسیمم کاست پر کلیک بید لیمیت، حداکثر قیمتی که حداکثر هزینه که بابت یک کلیک حاضرید بکنید. من میذارم $10. نکست. یه گزینه دیگه هم من فراموش کردم، توی بیدینگ گزینه بک نداره اینجا. توی بیدینگ یک گزینه دیگه هستش به اسم مانیوال سی پی سی، ولی من اونجا توی گزینه های بیدینگ ندیدم. ظاهرا گوگل این آپشن رو برداشته قبل از شروع ساخت کمپین، ولی بعد از اینکه کمپین رو ساختیم میتونیم بریم مانیوال سی پی سی رو با هم دیگه چک کنیم. و این رو هم بگم که شما هر کدوم از این بیدینگ استراتژی ها رو انتخاب کنید، تارگت سی پی ای، تارگت روآس، تارگت ایمپرشن شیر یا ماکسیمایز کلیک یا مانیوال سی پی سی، شما بعد از اینکه کمپینتون رو ران کنید این آپشن رو دارید، این اختیار رو دارید که برید بید استراتژیتون رو تبدیل عوض کنید. ممکنه یه گزینه رو انتخاب کنید، ببینید که نتیجه نمیگیرید یا تبلیغ شما هزینش خیلی زیاد شده براتون، یا به اندازه کافی نمایش داده نمیشه، یا کلیک نمیگیرید، کانورژن کافی نمیگیرید. میتونید برید بید استراتژی خودتون رو عوض کنید و گزینه های دیگر رو تست کنید. حالا مرحله بعدی هستیم، کمپین ستینگ نتورک. گوگل از شما میپرسه که کجاها تبلیغتون نمایش داده بشه. بای دیفالت به طور پیش فرض صفحه نمایش نتایج جستجوی گوگل جایی هست که تبلیغات شما نمایش داده میشه و چیزی نیست که بخواید انتخاب کنید یا نکنید. دو تا گزینه دیگه هست به اسم سرچ نتورک و دیسپلی نتورک. اینا وبسایت هایی هستن به غیر از وبسایت گوگل که تبلیغات شما ممکنه تو اون وبسایت ها هم نمایش داده بشن. وبسایت های پارتنر گوگل هستن. به عنوان مثال روی یه سایت دیگه که ممکنه گوگل سرچ داشته باشه، تبلیغ شما، تبلیغ متنی شما، تبلیغ سرچ شما که توی گوگل میرید روی اون سایت هم نمایش داده بشه و کاربران اون سایت این آپشن رو داشته باشن که روی تبلیغ شما کلیک کنن. و دیسپلی نتورک شبکه وبسایت های دیسپلی، وبسایت هایی که تبلیغات عکس نمایش داده میشه، تبلیغات متنی شما اونجا هم نمایش داده میشه اگه این گزینه رو سلکت کنید. دیسپلی نتورک توصیه نمیکنم انتخاب کنید، چون که دیسپلی بیشتر برای برند اورننس هست و اگه شما میخواین تبلیغ کمپین دیسپلی برید میتونید کمپین دیسپلی بسازید از همون اول به جای اینکه کمپین سرچ رو بسازید. خیلی معمولا بازخورد خوبی نداره که تبلیغات سرچ شما توی قسمت توی نتورک، دیسپلی نتورک نمایش داده بشه. البته اصلاح کنم، این که میگم معمولا برای برند اورننس هست، برای ریمارکتینگ هم خیلی خوب هست. ریمارکتینگ به عنوان مثال شما قبلا تبلیغات کردین روی سایتتون، کسی اومده روی سایت از طریق سرچ ولی خرید نکرده، شما میتونید از طریق دیسپلی نتورک ریمارکتینگ کنید، مجددا تبلیغتون رو به صورت عکس نشون بدید به اون شخصی که قبلا اومده روی سایتتون ولی خرید نکرده. سرچ نتورک نمیشه با قطعیت گفت که آیا بهتر استفاده کنید یا نه، این تیک رو بذارید باشه یا نه. بستگی داره، معمولا برای هر صنعتی، برای هر کمپینی ممکنه متفاوت باشه این نتایج. ولی اگه بودجتون کم هست و تازه میخواید شروع کنید، بهتره که این رو آن سلکت کنید و تبلیغتون اینجا نمایش داده نشه. تمام بودجتون روی خود سایت گوگل نمایش داده بشه که معمولا بهترین نتیجه ها رو براتون دنبال داره. من هر دو گزینه رو آن سلکت کردم. گزینه بعدی لوکیشن هست. شما به گوگل میگید که توی چه لوکیشنی میخواید تبلیغاتتون نمایش بده داده بشه. به عنوان مثال شما توی یه شهر خاص هستید، شهر مثلا لس آنجلس،
فقط میخواید یک سری نواحی لس آنجلس که نزدیکتون هست تبلیغات بشه، یا میخواین کل کشور که توش ساکن هستین تبلیغات نمایش داده بشه، یا میتونید بر اساس لوکیشن خودتون رو مشخص کنید. به عنوان مثال من میزنم تورنتو. اگه شما بیزینسی توی تورنتو کانادا دارید، تورنتو رو انتخاب میکنید و تمام شهر تورنتو، تمام منطقه تورنتو تبلیغ شما میتونه نمایش داده بشه. یا اینکه حتی شاید تمام اون شهر هم براتون زیاد باشه، شهر بزرگی به عنوان مثال تورنتو، شما تمام تورنتو رو سرویس نمیدید، میتونید یه سری بر اساس زیپ کد انتخاب کنید که چه جاهایی رو تبلیغتون نمایش داده بشه. روی گزینه ادوانس سرچ که کلیک کنید، من منتظرم لود بشه صفحه. اینجا میتونید زیپ کد بدید، میتونید پستال کد بدید که تبلیغتون توی کجاها در تورنتو نمایش داده بشه، یا حتی میتونید بر اساس شعاع مثلا یک منطقه کوچیکی رو در نظر بگیرید، به شعاع 20 مایلی یا 20 کیلومتری اون منطقه، اطراف اون منطقه، خود منطقه و اطراف اون منطقه تا شعاع 20 مایلی نمایش داده بشه. انتخاب لوکیشن درست خیلی مهم هست، چون که نمیخواید بودجه تبلیغاتتون هدر بره، فایده ای نداره برای شما جایی تبلیغ کنید که سرویس ارائه نمیدید. تارگت گزینه های لوکیشن هستش. تارگت اولیش پرزنس اور اینترست، این به معنی کسانی هست که این هست کسانی که هم کسانی که داخل اون لوکیشن تارگتینگ شما قرار دارن، هم داخل کسانی که داخل لوکیشن تورنتو، و هم کسانی که اینترست علاقه دارن به اون، علاقه نشون دادن از طریق سرچشون، از طریق رفت و آمدشون. گوگل به هر حال کنترل میکنه از طریق گوگل مپ، دیتای شما رو داره و بر اساس دیتایی که از شما داره، از کاربرها داره، تشخیص میده که اون فرد ساکن تورنتو نیست ولی علاقه من هست به اون تورنتو، یه رفت و آمد زیاد داره به تورنتو. به عنوان مثال شما توی یه منطقه دارین زندگی میکنید ولی یه منطقه دیگه کار میکنید، رفت و آمد دارید بین اون دو منطقه. و این گزینه دوم فقط پرزنس هست. تبلیغ من فقط و فقط به کسانی نشون میده که داده میشه که ساکن اون منطقه از لوکیشنی هستن که من انتخاب کردم. حالا اینکه پرزنس اور اینترست رو انتخاب کنید یا پرزنس، واقعا بستگی به اینداستری شما داره، ولی خود دیفالت گوگل پرزنس اور اینترست هست، ولی معمولا در اکثر مواقع پرزنس گزینه بهتریه. شما فقط و فقط میخواین به افرادی که ساکن اون منطقه هستن تبلیغ نشون بدید. اگه پرزنس اور اینترست رو انتخاب کنید، خیلی ممکنه تفاوت زیادی داشته باشه میزان بودجه‌ای که شما خرج میکنید با پرزنس، و بودجه ممکنه ویست بشه، به آدمایی نشون بده بشه که حتی ساکن اون منطقه نیستن و کاربر شما نیستن، ولی تبلیغ شما رو میبینن، کلیک میکنن و میان روی سایت، آخر میبینن که نمیتونن از سرویس شما استفاده کنن چون به لوکیشنشون نمیخوره و فقط بودجه شما هدر رفته. بنابراین اینو دقت کنید، دیفالت گوگل، پیشفرض گوگل گزینه اول هست پرزنس اور اینترست. گزینه دوم پرزنس رو انتخاب کنید، مگه اینکه دلیلی داشته باشین برای خودتون که گزینه اول برای شما مناسب هست. یک آپشن دیگه ای داره گوگل به اسم اکسکلود. اکسکلود به این معنی هست که در کجاها نمیخواید تبلیغتون نمایش داده بشه. به عنوان مثال فرض کنید شما ساکن کانادا هستید، لوکیشن سرویس شما توی کانادا هست، به تمام کانادا سرویس ارائه میدید، کانادا رو، کشور کانادا رو تارگت میکنید،
ولی ممکنه به کبک، به استان کبک سرویس ارائه ندید، نخواهید که تبلیغاتتون در اون شهر نمایش، در اون استان نمایش داده بشه، چون که استان فرانسوی زبان هست و شاید مناسب سرویس شما نباشه. برای اینکه اکسکلود کنید، ریموو کنید از لوکیشن خودتون کبک رو، کبک رو سلکت میکنید و به جای تارگت اکسکلود رو استفاده کنید. تارگت به این معنی هستش که تارگت لوکیشن، تبلیغات شما در تمام کانادا نمایش داده میشه به جز کبک که اکسکلود لوکیشن هست. لنگویج به این معنی است که شما میخواید تبلیغاتتون به چه کاربرانی نمایش داده بشه. لنگویج کاربران با توجه به براوزر و هیستوری اون کاربر، دیتایی که گوگل از کاربر داره مشخص میشه. لزوما فقط و فقط زبان لنگویج براوزرشون نیستش و معمولا من خودم آل لنگویج رو استفاده میکنم، تبلیغم به تمام زبان ها نمایش داده بشه. حتی اگه شما انگلیش رو انتخاب کنید ولی کسی به زبان دیگه ای سرچ کنه، به زبان مثلا فرنچ سرچ کنه، باز هم ممکنه تبلیغ شما نمایش داده بشه به اون فرد. ترنسلیشن گوگل با ترنسلیت میکنه گوگل اون سرچ رو با کلمات کلیدی شما رو. بنابراین من آل لنگویج رو معمولا استفاده میکنم، ولی شما اگه تمایل دارین انگلیش رو انتخاب کنید. Audience segment پلتفرم من کند شده، معمولا گوگل ادز گاهی وقتا کند میشه و الانم برای من خیلی کند شده، به خاطر همینه که یکم گزینه ها آهسته تر هستش. Audience یه سری Audience رو گوگل داره، کاربران رو دستبندی کرده با توجه به علایقشون، با توجه به سرچشون، و شما این گزینه رو دارید که فقط و فقط اون افراد خاص رو، افراد اون کاتگوری، اون آدینس رو تارگت کنید. دو تا گزینه هست، تارگتینگ و ابزرویشن. تارگتینگ به این معنی است که شما هر کدوم از این آدینس ها رو انتخاب کنید، فقط و فقط به اون آدینس نمایش داده میشه تبلیغتون، اگه کاربری توی اون آدینس توی اون کاتگوری باشه یا نه. ولی ابزرویشن به این معنی هستش که به تمام افراد نشون داده میشه، ولی بر اساس آدینس شما، شما توی ریپورتینگ میتونید ببینید که کدوم آدینس برای شما آدینس بهتری بوده، به نتیجه بهتری گرفتید برای ارزیابی کمپینتون. توی قسمت براوز گزینه های بیشتری دارید، دیتیل دموگرافیک میتونید بر اساس امپلویمنت، پرنت هستن، پدر و مادر هستن یا نه، وضعیت تأهل، ازدواج، وضعیت میزان تحصیلات. گزینه های دیگه ای که هست افینیتی، معمولا به این معنیه که افراد به یک کتگوری خاص علاقه نشون دادن، یا مثلا توی یه کتگوری خاص کار میکنن. گزینه های مختلف دارید اینجا. این مارکت معمولا افرادی هستن که دنبال خرید هستن، به عنوان مثال کسی قصد داره کفش بخره، مدام سرچ کرده و گوگل اون فرد رو جزو یکی از این کتگوری ها قرار داده، کسی که آماده خرید هست، این مارکت هستش. و گزینه های دیگه how they have interacted with your business، به این معنی کسانی که اگه وبسایت شما به گوگل ادز متصل باشه، گوگل انالیتیکس شما به گوگل ادز متصل باشه، کسانی که قبلا روی سایتتون اومدن یه آدینس براشون ساخته شده به عنوان پست ویزیتور، ویزیتورهای سابق گوگل. برای ریمارکتینگ شما میتونید آدینس بسازید و اون آدینس رو تارگت قرار بدید.
من select all میکنم و روی observation میذارم. وقتی این از observation باشه به این معنی نیستش که فقط تبلیغ من به این audience ها نمایش داده میشه، به همه نمایش داده میشه، ولی میتونم نتایج audience ها رو بررسی کنم ببینم کدوم audience برای من بهتر بوده. بعد از اینکه آدینس رو انتخاب میکنیم More Settings ببینیم چه گزینه هایی داره اینجا برامون. گزینه اول Add Rotation Optimize، دو تا گزینه دارید. Optimize Prefer Best Performing Ads or Do Not Optimize Rotate Ads Indefinitely. این گزینه برای وقتی هست که شما به جای یه دونه تبلیغ دو تا تبلیغ به عنوان مثال دارید، دو تا تبلیغ میخواین تست کنید برای یک کمپین، برای یک اد گروپ، برای یک کیورد، و با گزینه اول، انتخاب گزینه اول، شما به گوگل میگید که اون تبلیغی که بهتر داره پرفورم میکنه، عملکرد بهتری داره، اون رو بیشتر نمایش بده. ولی اگه گزینه دوم رو انتخاب کنید بدون توجه به عملکرد پرفورمنس اون دو تا عدتون مدام با هم دیگه جایگزین میشن، یک بار گوگل یکی رو نشون میده، یک بار اون یکی رو نشون میده، اپتیمایز گزینه بهتری است چون شما میخواین تبلیغی نمایش داده بشه که براتون عملکرد بهتری داره. عملکرد بهتر هم کلیک ترو ریت هست که بر اساس ایمپرشن هایی که اون تبلیغات میگیرن چقدر کلیک میشه، هرچی بیشتر کلیک بشه یعنی اینکه یه تبلیغ عملکرد بهتری داره. More settings, start and end date. اینجا میتونید تاریخ شروع کمپین و تاریخ پایان رو مشخص کنید. تاریخ پایان لزوما مجبور نیستید بدید، میتونید تاریخ پایان ندید و هر وقت که خواستید کمپینتون رو خودتون پاس کنید، متوقف کنید. گزینه های دیگه اد اسکیجول، شما میخواید تبلیغتون توی روزهای خاصی نمایش داده بشه، به عنوان مثال شاید توی ویکند ها نخواین تبلیغتون نمایش داده بشه یا یه روز خاص نخواین نمایش داده بشه، یا حتی بر اساس ساعت ممکنه یه سری ساعت شبانه روز نخواین تبلیغتون نمایش داده بشه. معمولا تو ساعاتی که پیک بیشتری دارن، معمولا کاربرها بیشتر سرچ میکنن تو طول شبانه روز، هزینه کلیک گرونتر هست. بنابراین اگه تصمیم میگیرید که مثلا شبها 12 شب تا 6 صبح تبلیغتون نمایش داده نشه، بدونید که تبلیغاتی که در شب نمایش داده میشه در ساعاتی که کاربرهای کمتری سرچ میکنن، ساعات آف پیک، تبلیغات ارزونتر هستن، هزینه کلیک شما ارزونتر هستش. بنابراین شاید خیلی انتخاب مناسبی نباشه که تصمیم بگیرید شبها 12 شب تا 6 صبح تبلیغتون نمایش داده نشه. و این گزینه اد اسکیجول رو همیشه آل دی بذارید، مگر اینکه دلیل خاصی داشته باشید که توی روز خاص و در یک ساعت خاص تبلیغاتون نخواهی نمایش داده بشه. کمپین یو آر ال آپشن برای ترکینگ تبلیغاتتون هست. اگر ترکینگ رو از طریق گوگل آنالیتیکس میخواین انجام بدید نیازی ندارید به این آپشن، ولی اگه سیستم های دیگه دارید، پلتفرم های دیگه استفاده میکنید، CRM استفاده میکنید که میخواید ترک کنید که کمپین و تبلیغات شما توی CRM ترک بشه، میتونید از این گزینه استفاده کنید. گزینه دوم Dynamic Search Ad Setting، این یک وبسایتی رو کل وبسایتتون رو به گوگل میدید ولی لندینگ پیج خاصی نیستش، گوگل تصمیم میگیره که توی کدوم لندینگ پیج تبلیغ شما در واقع کدوم لندینگ پیج نمایش داده بشه، و برای شروع این رو نیازی نیست تست کنید، بنابراین ما باش کاری نداریم. نکست جایی هستش که شما کیورد های خودتون رو ارائه میدید.
این گزینه اد گروپ رو این بالا که میبینید، اد گروپ به این معنی است که کیورد های شما میتونه لازم نیست همه توی یک اد گروپ باشن. میتونید اد گروپ های مختلف بذارید، کیورد های متفاوت رو توی اد گروپ های مختلف تست کنید. من چون صفحم خیلی خیلی کند شده یک ریفرش میکنم، شاید سرعت پلتفرم بهتر بشه. البته تمامش هم پلتفرم نیست، احتمالا لپتاپ منم خیلی وقت روشنه الان و کمی کند شده. Waiting for it to load. توی اد گروپ شما کیورد های خودتون رو قرار میدید. به عنوان مثال اگه 50 تا کیورد دارین، تمام کیورد ها لازم نیست توی یه اد گروپ باشن، میتونید توی دستبندی های اد گروپ های مختلف دستبندی کنید. و دلیل این کار این هست که شاید کیورد های شما خیلی به همدیگه شبیه نباشن، کلماتشون مرتبط نباشن، و خیلی مهمه اون تبلیغی که در نهایت درست میکنید مینویسید خیلی به کیورد هاتون مرتبط باشه. اگه کیورد ها به هم دیگه مرتبط نباشن، نوشتن یه تبلیغ خوب خیلی کار سختیه، چون که نمیتونید تمام کلمات کلیدی اون اد گروپ رو توی اد توی اون تبلیغ استفاده کنید و پرفورمنستون میاد پایین. بنابراین سعی کنید کیبورد های مرتبط به هم رو توی اد گروپ های مختلف قرار بدید. من یه سری کیبورد از قبل دارم، اینا رو کپی کردم. به عنوان مثال برای همون بیزینس پیتزا پیست میکنم اینجا. و شما این گزینه رو دارید که آدرس وبسایتتون رو بدین تا گوگل یه سری کیورد از طریق وبسایتتون به شما پیشنهاد بده، و یا پروداکت یا سرویس خودتون رو اینجا بنویسید تا با توجه به پروداکت شما سرویس شما گوگل یه سری کلمات کلیدی رو پیشنهاد بده. ولی برای پیدا کردن کلمات کلیدی بهترین کار تحقیقات هست. شما به روش های مختلف میتونید تحقیقات کنید و خود گوگل توی تولز اند ستینگ بالا یه گزینه ای داره به اسم کیورد پلنر. اونجا میتونید یه سری کیورد ریسرچ انجام بدید، کیورد مرتبط با بیزینستون رو پیدا کنید. اد گروپ خودتون رو میتونید اسمش رو عوض کنید، به عنوان مثال من اینو میذارم پیتزا. بعد از اینکه کیورد ها رو دادید به گوگل، کیورداتون مشخص شد، حالا باید تبلیغ خودتون رو بنویسید، هدلاین و دیسکریپشن. تبلیغ چیزیه که اینجا نمایش داده میشه. این سرتیتر هایی که میبینیم اسمش هدلاین هست، پایینش دیسکریپشن، یه سری دیسکریپشن نوشته شده و یه سری چیزهای دیگه، یه سری متنای دیگه ممکنه توی قسمت دیسکریپشن نوشته بشه و این گزینه های پایین که من توضیح میدم چیه. فاینال یو آر ال لندینگ پیج شما هستش، میخواین که بعد از اینکه کاربر روی تبلیغ شما کلیک کرد کجا بره، وارد کدوم وبسایت بشه. یا میتونید هوم پیج وبسایتتون رو بدید یا یه لندینگ پیج خاص دیزاین کنید برای این کمپین. دیسپلی پس چیزیه که شما میتونید اضافه کنید به آخر لندینگ پیجتون، آخر دامینتون، تا توی تبلیغتون نمایش داده بشه. این بالا اگه اسپانسر رو نگاه کنید نوشته شده megabytepizza.com. شما میتونید یه پس اضافه کنید به عنوان مثال megabytepizza.com/pizza. این لندینگ پیج شما رو عوض نمیکنه، فقط یه گزینه اینجا، یه تکست کوچیک اینجا اضافه میکنه به آخر دامین که میتونه شبیه کنه به کیوردی که کاربر سرچ کرده. این کار باعث میشه که احتمال اینکه کاربر روی تبلیغ شما کلیک کنه بیشتر بشه. فاینال یو آر ال، من آدرس خودم رو برای مثال میدم، آدرس سایت خودم رو، دیسپلی پاس، لتس سی مارکتینگ.
تبلیغی که نمایش داده میشه، لینک من به صورت hamidpasha.ca/marketing نمایش داده میشه توی تبلیغ. و حالا جایی که شما هدلاینایت خودتون رو باید بنویسید. هدلاین شما 15 تا آپشن دارین، 15 تا هدلاین مختلف باید میتونید، باید نه لزوما باید ولی میتونید بذارید. 3 تا فقط ریکوایرد هستن، 3 تا هستن که حتما باید پر کنید 3 تا هدلاین رو و بقیه هدلاین ها آپشنال هستن. ولی شما این انتخاب رو ندارید که کدوم هدلاین نمایش داده بشه، مگر اینکه به گوگل بگید که یه هدلاین حتما هدلاین اول یا دوم نمایش داده بشه. به عنوان مثال من از همین تبلیغی که روی گوگل هستش استفاده میکنم. هدلاین اولم مگابایت پیتزا، هدلاین دومم پیتزا رستوران، این گزینه هایی که خود گوگل به من پیشنهاد داده. پیتزا دیلز، پیتزا دلیوری. این هدلاین ها بر اساس تشخیص گوگل هست که الگوریتم های گوگل تشخیص میدن کدوم رو نشون بدن به هر کاربر، مدام تغییر پیدا میکنه. ولی شما به عنوان مثال میخواین برندتون حتما توی هدلاین نمایش داده بشه، بنابراین من میتونم هدلاین اول رو پین کنم به قول معروف. وقتی شما پین میکنید میگید که توی کدوم پوزیشن حتما این هدلاین همیشه نمایش داده بشه. پوزیشن رو باید مشخص کنید، پوزیشن اول، دوم. پوزیشن منظور پوزیشن هدلاین هست، این هدلاین اول هست و این هدلاین دوم. ممکنه دو تا هدلاین نشون بده گوگل یا سه تا. بعد میریم سراغ دیسکریپشن. شما 4 تا دیسکریپشن اجازه دارید بنویسید حد اکثر، دو تاش اجباری هست. من دو تا دیسکریپشن از گوگل کپی میکنم. این سمت راست پریویو، معمولا پریویو اد رو نشون میده. الان نمیدونم روی گزینه خاصی من باید کلیک کنم نشون بده یا نه، ولی خب الان نشون نمیده به من. ولی معمولا پریویو رو به شما نشون میده که تبلیغ شما به چه شکل نمایش داده میشه. خب ما فاینال یو آر ال رو دادیم، هدلاین ها رو ما مشخص کردیم، 4 تا هدلاین، 2 تا دیسکریپشن و سایر گزینه ها به اسم asset، اسمشو گذاشته asset گوگل. قبلا به اسم extension معرفی میکرد اینا رو و به extension معروف هستن هنوز تا این کلمه asset جا بیفته بین ادورتایزر ها. یه سری asset، یه سری extension میتونید به تبلیغتون اضافه کنید، چندین آپشن دارید. سایت لینک مهمترین هستش معمولاً. سایت لینک این لینک های هستن، لینک های کوچیکی هستن که پایین تبلیغ نمایش داده میشن. 4 تا 5 تا 6 تا 7 تا سایت لینک اینجا هستش. همشون سایت لینک نیستن اینا، 4 تا سایت لینک معمولا نمایش داده میشه. اجازه بدید من یه کلمه دیگر رو سرچ کنم، order food. بازم سایت لینک ها به همون شکل نمایش داده میشن. این سه تا حتما سایت لینک هستن. این دیل که میبینید پرومو هستش، پرومو اکستنشن هستش. و گاهی وقتا سایت لینک ها یه دیسکریپشن کوتاهی هم دارن جلوشون، بسته به اینکه گوگل تبلیغ رو چجوری نشون بده. روی سایت لینک ها میتونید گزینه های سایت، صفحات دیگه سایتتون رو بدید به گوگل که ممکنه گوگل نشون بده اون سایت لینک ها رو یا نشون نده. اینجا سایت لینک تکست، تکست تایتل سایت لینک رو می نویسین و دو تا دیسکریپشن باید بنویسین و آدرس یو آر ال لندینگ پیج اون سایت لینک. توصیه می کنم حتما سایت لینک رو اضافه کنید به تبلیغتون، چون احتمال کلیک کردن روی تبلیغتون بالاتر میره. کال اوت،
به عنوان مثال من بک رو بزنم اگه تبلیغ هنوز نمایش داده بشه، کال اوت اینا و استراکچر اسنیپت گزینه هایی هستن که آخر دیسکریپشن ممکنه نمایش داده بشن. شما یه سری اطلاعات در مورد بیزینستون، اطلاعات کوتاه میتونید اضافه کنید و سایر اکستنشن ها، اسید ها، به عنوان مثال اگه شما تماس تلفنی کاربرها میتونن بگیرن، یک فروشگاه فیزیکی هستین، میتونید تلفنتون رو به عنوان کال اکستنشن بدید. و الان تقریبا کار ما تموم هست. این بالا که میبینید نوشته add strengths pool، معمولا add strengths strengths شما میخواید excellent good باشه، good یا excellent، و این با توجه به هدلاین ها و دیسکریپشن شما و لندینگ پیج شما و ارتباط اونا به کیوردتون مشخص میشه. طبیعتا هرچی add strengths معمولا بهتر باشه، شانس اینکه تبلیغ شما نمایش داده بشه بهتره در مقایسه با رقباتون. ما تقریبا کار ساخت کمپینمون تموم هست. من نکس رو میذارم. گزینه بعد باجتتون رو باید مشخص کنید. باجت توی گوگل ادز بودجه شما روزانه هسته. شما تعیین میکنید که روزانه چقدر میخواید هزینه کنید. به عنوان مثال روزی $30. این $30 به این معنی نیست که حتما روزی $30 هزینه میشه. ممکنه کمی بیشتر یا کمی بیشتر کمی کمتر باشه. گوگل بر اساس سعی میکنه بر اساس ماهانه بودجه شما رو حساب کنه. به عنوان مثال اگه $30 در روز هستش، گوگل یک بودجه $900 در نظر میگیره و بودجه شما رو توزیع میکنه بین روزهای مختلف بستگی به میزان سرچ والیوم در اون روز، در اون روز ماه و کامپتیشن. ولی اینطور نیست که به عنوان مثال روزی یک روز $1 خزینه کنه، یک روز $100. معمولا به طور متوسط نزدیک به هم هستن در روزهای مختلف، مگه اینکه ویکند باشه. ویکند ها بستگی به بیزنس شما ممکنه بودجه کمتری هزینه بشه چون سرچ والیوم کمتر است، آدم های کمتری سرچ میکنن. بودجه رو من روزی $30 میدم. Next. اروری پیدا نکرد گوگل. یک نمای کلی از کمپین ما میده، کیبورد هامون، لوکیشنمون، بید استراتژی و تبلیغمون، و شما میتونید پابلش کمپین کنید. من پابلش رو میزنم. جالبه که گوگل بر اساس دیفالت کمپین شما رو پابلیش میکنه، این گزینه رو نمیده که کمپین خودتون رو به صورت پاز پابلیش کنید، همون اول پابلیش میکنه، مگر اینکه تاریخ شروع رو در روزهای آینده گذاشته باشید. حالا من میرم به قسمت All Campaigns. منتظرم که لود شه صفحه. قدم اول کمپین خودم رو پاز میکنم با استفاده از این گزینه، چون این یه کمپین تست بود، نمیخوام این کمپین رام بشه و بودجه بابتش هزینه کنم. حالا من خیلی سریع فقط میرم منیوال سی پی سی رو توضیح بدم در مورد بید استراتژی. روی کمپین کلیک کنید، منوی سمت چپ روی سیتینگز کلیک کنید، میریم توی قسمت بیدینگ مجددن، مکسیمایز کلیک هستش، چینج بید استراتژی. اور سلکت بید استراتژی دایرکتلی. بالاخره این گزینه مانیوال سی پی سی رو پیدا کردم. گوگل انقدر اینو هیدن کرده، هاید کرده، چون توصیه میکنه، داره پوش میکنه ادورتایزر ها رو که به سمت این بیدینگ استراتژی های به که معروف به اتوماتد هستن استفاده کنه. مانیوال سی پی سی بید استراتژی مانیوال هست و گوگل داره پوش میکنه که ادورتایزر ها از این استفاده نکنن، به خاطر همینه که خیلی هیدن کرده اینو.
من کوتاه منیوال سی پی سی رو هم توضیح بدم چون بقیه بیل استراتژی ها رو توضیح دادم قبلا. منیوال سی پی سی این هستش که شما به جای اینکه به گوگل اجازه بدید برای شما بید تعیین کنه برای هر کلیک که چقدر هزینه کنه، شما تعیین میکنید که هر کیورد میخواین چقدر هزینه کنید. برای کیوردهای مختلف میتونید بیدهای مختلف بذارید. مانیوال سی پی سی شما برای اینکه تشخیص بدید برای هر کیورد چقدر بید بذارین، 2 دلار، 1 دلار، 5 دلار، 8 دلار، معمولا نیاز به هیستوریکال دیتا دارید. دیتا های قبلیتون رو نگاه کنید، به صورت اوریج نگاه کنید که اوریج سی پی سی، سی پی سی مخفف کاست پر کلیک هست، اینو فراموش کردم بگم، کاست پر کلیک، هزینه هر کلیک یا سی پی سی. شما نگاه کنید که اوریج سی پی سی کیبورداتون توی دیتایی که قبلا ران کردین کمپین چقدره. اگه دیتا ندارید، اگه اولین بار دارین کمپین ران میکنید، وقتی توی کیورد پلنر سرچ کنید، تحقیقات کنید، خود گوگل معمولا برای بیشتر کیوردها یه اوریج سی پی سی به شما میده که میتونید از اون استفاده کنید. و مزیت این هستش که شما با اگه خوب استفاده کنید از این بید استراتژی، میتونید هزینه کلیکتون رو تلاش کنید بیارین پایین و سوددهی کمپینتون بره بالا، سوددهی تبلیغاتتون. ولی نکته منفیش این است که خب تایم کنسیومینگ هست، وقتگیر هست. شما تک تک کیوردها رو باید یک بید براشون بذارین، یک سی پی سی بذارید و اون سی پی سی طبیعتاً مدام باید آپدیت کنید. هر یک هفته، دو هفته، حداقل ماهی یک بار باید برید دیتای کمپینی که ران کردین رو نگاه کنید، ببینید اگه کیوردی خیلی کلیک نمیگیره، خیلی ایمپرشن نمیگیره، شاید به خاطر این است که سی پی سی که تعیین کردین خیلی پایین هست، نیاز دارین سی پی سی رو ببرید بالا، یا شاید ببینید یه کیوردی سی پی سیش خیلی بالا هست، اون رو میارید پایین. مدام نیاز به اپتیمیزیشن داره و یه مقدار تایم کنسیومینگ هست، ولی کمک میتونه بکنه اگه درست استفاده کنید که هزینه تبلیغاتتون بیاد پایین تر. این کلیت ساخت کمپین در گوگل ادز بود که من آموزش دادم. هر جور سوالی دارید در مورد ران کردن کمپین، چطوری کمپین رو آپتیمایز کنید، حتما تو قسمت کامنت ها مطرح کنید. تا جایی که اطلاع داشته باشم سعی میکنم پاسخ بدم. خیلی ممنون.